خب بریم سراغ مثال یک از مبحث دستگاه مختصات قطبی. دستگاه مختصات قطبی، فرض کنید که به شما گفتن که یک نقطه آ دارید به مختصات سه و پی سوم و یک نقطه دیگه هم به مختصات دو و منهای پی چهارم داریم که من اسمشو گذاشتم بی. میخوایم این رو در دستگاه مختصات قطبی یا پولار ترسیمش بکنیم و نشونش بدیم. پس در دستگاه مختصات پولار یا قطبی نمایشش بدیم. خب قبل از اینکه بپردازم به ترسیم اینها، من اجازه میخوام یک مرور کلی رو داشته باشم. با عنوان ریویو عرض میکنم که اگر پی یک نقطه دلخواه در دستگاه نقطه دلخواه در دستگاه مختصات قطبی باشد، در این صورت ما این پی رو به این شکل نمایش بدیم که نقطه پی ما به شکل آر و تتا نمایش داده میشه. چه این آر و تتا؟ بریم نگاه بکنیم. ببینید یک نقطه داریم که اسم این نقطه رو ما میذاریم قطب یا مبدع یا پل، و از طرف دیگه یک محوری هم داریم که اسم اون محور رو میذاریم چی؟ محور قطبی، محور قطبی یا پولار اکسس، پولار اکسس. خب ما نقطه پی رو یا پوینت پی رو به شکل آر و تتا نمایش میدیم که آر در واقع فاصله اون نقطه است از قطب ما و تتا زاویه‌ای هست که خط واصله در واقع اوپی با محور قطب در واقع ایجاد میکنه. پس میگیم اوپی اندازش برابر است با آر و تتا زاویه‌ای هست که بین اوپی و در واقع محور قطبی میسازه. آر فاصله نقطه پی از قطب یا مبدع ماست و تتا هم زاویه بین اوپی هست تا چی؟ تا محور قطبی. حالا با توجه به این مروری که با هم دیگه کردیم، بریم نقاط آ و بی رو ترسیم بکنیم. خیلی خوب، برای نقطه آ به مختصات سه و پی سوم طبیعتاً من یک قطب دارم که اسمشو میذارم او و یک محور قطبی دارم، محور قطبی من به زاویه پی سوم، این زاویه زاویه پی سوم هست و نقطه سه، این یک واحد، این دو واحد، این سه واحد و اسمشو میذارم نقطه آ به مختصات سه و پی سوم. حالا بریم سراغ نقطه دوم ما، بی به مختصات دو و منهای پی چهارم. پس طبیعتاً بایستی یک قطب داشته باشیم، این او، یک محور قطبی، محور قطبی، این نقطه منهای پی چهارم، منهای پی چهارم، این نیمخط در واقع امتدادیه که با محور قطب ما زاویه منهای پی چهارم ایجاد میکنه، قبوله، و دو واحد از اینجا تا اینجا یه واحد، از اینجا تا اینجا دو واحد، پس این نقطه میشه دو و منهای پی چهارم که اسمشو گذاشتیم بی و تمام.